تصفیه بدهی کلان علی انصاری به بانک آینده از جیب مردم، سهامداران و سپرده‌گذاران. این روزها جمع و جور کنندگان فساد در ایران با سرعت مشغول کارند و دیگر خبری از نمایش فساد ستیزی ابراهیم رئیسی نیست. هاضمه انقلاب اسلامی فساد نمیپذیرد. هاضمه انقلاب اسلامی تبعیض رو نمیپذیرد. بانک آینده در حالی قرار است بازار ایران مال را در عوض بدهی علی انصاری طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت کند که بخش بزرگ این بازار طبق شواهد و گزارش ها عملاً ورشکسته و تعطیل است. بانک آینده که با ادغام چند مؤسسه پولی و بانکی مشکل‌دار تأسیس شد، از نخستین روزهای کار خود به واسطه ابر پروژه ایران مال درگیر مشکل و حاشیه‌های فراوان بوده است. این بانک با استفاده از اعتبار نزد بانک مرکزی تسهیلاتی به علی انصاری پرداخت کرد که بازپرداخت و نحوه معاملات این فرد به واسطه آن مقدمه فساد و ورشکستگی برای بانک آینده، سهامداران و سپرده‌گذاران آن شده است. بررسی شرایط تسویه تسهیلات دریافتی علی انصاری نشان می‌دهد که این موضوع با تحمیل تورمی بردش چند صد هزار میلیارد تومان و یک کلاهبرداری بزرگ، بانک آینده را مبدل به سیاه‌چاله جدید نظام بانکی در ایران کرده است. البته این نخستین نوبت نیست که مسئله فروش و واگذاری بازار ایران مال حاشیه ساز می شود. سال گذشته برگزاری مزایده فروش بازار برای تسویه بدهی انصاری و مشخص شدن این که هم فروشنده و هم خریدار در این مزایده انصاری هستند موجب ابطال آن شد. این روزها اما حامیان انصاری و کسب و کارهای سودآورش در نظام برخلاف ادعای فساد ستیزی نه تنها در پرونده او که در حوزه‌های مختلف مشغول پاکسازی رد پای خود و حل و فصل مسائل هستند. اگر به معنای واقعی کلمه ما می‌خواهیم در کنار مردم باشیم، باید با فساد و مفسد بی امان مبارزه کنیم. به این ترتیب دیگر برکناری و بازداشت افشا کنندگان فسادهای بزرگ حکومتی، زمینخواری لواسان و شهرک‌های باستیهیلز و کلاک به جرم افشای اسناد محرمانه چندان باعث تعجب نیست. در لواسان کاخ 6000 متری ساختن. چند وقت ما درگیر بودیم به این قضیه، درگیر شدید که آقا این چه کاری داره انجام میشه. اما خب حالا دیگه با نفوذ، با نمیدونم لابی، با فلان، به نظر می آید قوه قضاییه، دولت و حکومت تلاش دارند نیروهای پوششی خود را از بند مبارزه نمایشی با فساد خلاص کرده و همه پرونده ها را به شکلی مشابه آنچه برای برادران انصاری در حال انجام است سریع جمع جور کنند. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.